شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم صحبت میکنم. منم همینطور عزیز، بفرمایید. من 38 سالمه و بچه اول خانواده هستم و یک خواهری که 7 سال از خودم کوچیک‌تره دارم و 20 ساله که در اروپا زندگی میکنم و خانواده من حدود 15 ساله که در آمریکا هستند و به زودی احتمالاً تا تابستون دیگه من همه کارم انجام شده که مهاجرت کنم و برم پیش خانواده‌ام در آمریکا. خانواده‌تون چه مدتی آمریکا هستن؟ پدر و مادر و خواهر دیگه نه؟ بله بله، و مادر بزرگ. اونا حدود 15 ساله. خب شما یعنی 5 سال قبل از اونا رفتید اروپا، اونا بعدن اومدن آمریکا، شما باشون نیومدی؟ دیگه نمیشد، چون که ما به صورت پناهندگی اومدیم و من با داییم با هم اومدیم از ایران. داییم چند سال من بزرگتر بود و ما اروپا قبول شدیم، اومدیم اروپا و اونها بعد ما. اون موقع اونها نمیتونستن بیان و بابای من راضی نبود که از ایران بیاد. بالاخره اونها هم بعد 4-5 سال حرکت کردن و اونها رفتن آمریکا. من یه دو تا سوال کوچیک بکنم. اولا خواهر در امریکا ازدواج کردن یا نکردن؟ خواهر به نامزد دارن و به زودی میخوان که ازدواج کنن. بسیار. خود شما ازدواج کردید یا نه؟ من نه. چی خوندید؟ چه میکنید؟ من اولین رشته‌ای که رشته مورد علاقه من بود و بعد از اینکه تو این کشور مراحل اولیه رو طی کردم، بعد 4-5 سال وارد دانشگاه شدم، رشته صنایع شیمیایی بود. چون که در دوران دبیرستان که وقتی که داشتم درسای دبیرستان تو این کشور هم میخوندم، به شیمی خیلی علاقه من شده بودم. شیمی و ریاضی من خیلی خوب بود و تو ایران هم یه بار من به شیمی چندین سال قبلش علاقه من شده بودم، ولی بعد در یه دانشگاه خیلی خوبی، در بهترین دانشگاه مهندسی این کشورم قبول شدم. ولی من چون تو همون 4-5 سال اولی که اینجا بودم خیلی تنها بودم و در یک شهر کوچیکی بودم و هیچ کاری بلد نبودم، هیچی سر در نمی آوردم و تحت فشار بودم، من دچار دیپرشن و وسواس شدم. دو تا تشخیصی که روی من بوده از سالهای پیش وسواس و دیپرشن بود و اولش وسواس شدید فکری هم بود و تأثیر میذاشت توی درس خوندنم، ولی من همچنان میتونستم، با اینکه تو فکرم خیلی فکرای وسواسی بود و خیلی به اصطلاح فکرم شلوغ قلوغ و آشفته بود، من همچنان درسمو میخوندم و قبول میشدم. درس ها رو با نمرات خوبی هم معمولا قبول میشدم و اون سالها که گذشت، بعد من اومدم در شهر بزرگی و در دانشگاه خوبی قبول شدم. سال اول که میخواستم بخونم، یه سری افرادی دور رو برای من گرفته بودن که اینا بازم من به خاطر سادگیم و اینکه چیزی سردن نمیادم، اینا همه برتر طلب بودن و آدم های حسودی بودن، آدم های نمیدونم رقابتی بودن و اینا همش هی من هم نسبت به کارم به رشتم خیلی سرد کردن و که این رشته خوب نیست و فلان و اینا، و باعث شدن که من متاسفانه اونجا درسم و چون سرد شدم و نمی رفتم و خوب نمی خوندم ول کنم و با همون کورسای ریاضی که خونده بودم در سال اول شروع کردم به تدریس ریاضی و به صورت تجربی در مدارس و اینها شروع کردم به ریاضی درس دادن. تا امروز هم کار اصلی من هم یعنی در مدارس رسمی دولتی یا خصوصی؟ هم من خصوصی، شاید خصوصی داشتم که خونه ها می رفتم درس می دادم و هم در مدارس رسمی و دولتی هم برای بزرگسالان، کلاس های بزرگسالان اونجا شروع کردم به تدریس یک تابستونی و مدیر اونجا از کارم خیلی راضی بود و هی من و مدارس، اونم که هی مدارس مختلف کار میکرد، مثلا کارش عوض میکرد، باز به من میگفت بیا و من هم میرفتم و از این طریق درآمدی داشتم. ولی که میشد باید زندگی خوبی داشت؟ زندگی
خوب که ولی مثلا امورات هم میگذشت و توی دوره هایی که مثلا بله کورس های زیادی مثلا فول تایم بود تقریبا خب بله درآمدش خوب اون موقع درآمد خوب بود ولی خیلی وقتا فول تایم نبود چون که من مدرک رو نداشتم در کنار معلم های دیگه کار میکردم و من مثلا شاید 60% 70% مثلا کار میکردم ولی بازم مثلا پول کافی بود برای گذران اون یه نفر آدم چون بچه های نام که نداشتم بعد چند خب دیگه فقط همینجا یه دقیقه یه سوال کوچولو بکنم افسردگی و وسواستون همچنان ادامه داشت؟ بله اون که بود و من شروع کردم دارو مصرف کردم دارو کمک کرد و همون بار مثلا وقتی که من یه بار درسمو ول کردم مثلا افسردگیم شدید شد و یه مدت مثلا من دارو میخوردم ونلافاکسین میخوردم و مثلا چیز بودم در واقع دکتر نوشته بود که من یه مدت کار نکنم و کمک دولتی میگرفتم و بعدش دوباره مثلا شروع کردم به کار کردن و در دوره های بعدم ما یه سری داروهای دیگر رو امتحان کردیم دارویی که اصلا بهتر جواب داده بود داروی لکزاپرو 15 میلی گرم بود که وسواس منو کامل قطع کرد یعنی من اصلا به حالت عادی برگردم منتها من یه مقدار نگران این بودم که این به حافظه من ضربه نزنه چون هوش حافظه خوبی داشتم و امیدوار بودم که ازش بتونم استفاده کنم یه شکوفایی داشته باشم یه روزی یه مقدار اون قرصا که میخوردم یکم به نظرم میومد یه چیزایی داره یادم میده مثلا اینا فکر کردم این شاید مربوط به این قرصه باشه زیاد تمایلی نداشتم اون رو ادامه بدم برگشتم روی بعد از صحبت با دکتر برگشتم روی داروی ونلافاکسین که کمک میکنه ولی به دیپرشن و استراب و اینا کاملا کمک میکنه ولی رو وسواس فکری اونقدر تاثیر نداره یعنی الان من این دارو دارم مصرف میکنم ولی خب وسواس فکری هستش خب آخه نصب کنید آخه خود همین یه وسواس دیگه که من برگردم بگم که داروی دارم میخورم که معمولا این داروها کاری به حافظه و توانایی ذهنی شما ندارن تازه یه مقدار جاهای خراب و خالی رو هم درست میکنن و پر میکنن ولی خب شما ببین عزیز یه مقداری همیشه تکرو بودی و کاملا پیداست در اینجا هم خب برای خودت یه مقداری تصمیم گرفتی بعدم دشمن اصلی شما بیش از همه اون وسواس فکری است که در حقیقت شما رو دنبال نخود سیاه میفرسته تو زندگیتون و بعدم نتیجه‌اش هیچه بعدم حالا به این دلیل که شاید که معنایی نداره به من آسیب بزنه حالا علتی که اینو دارم میگم برای که رو خط دارید صحبت میکنید ما هیچ دلیل نداره وقتی بتونیم از شر این بیماری وسواس به این راحتی ها دست از سر آدم بر نمی داره و اگر یه داروی این چنین رو شما اثر داره چه اهمیتی داره که اصلا ذهن شما نصف کار بکنه ماشینی که شما به جایی که 100 کیلومتر بره حالا 50 کیلومتر تا اینکه آدم اصلا فلج بشه تو خیابونا گم بشه ولی خب حالا اون گذشته الانم به نظر من ببینید دکترتون اون قدم اول وسواس است یعنی اصلا قابل مقایسه حتی به یک اعتبار در بعضی از موارد وسواس فکری با افسردگی نیست ترجیح میدم یا توانایی ذهنی برای شما میخواید چی کارش کنید میخواید الان برید مثلا دوره های فوق دکترا و اینها رو بگیرید که احتیاج به یک چیز توانایی برای اداره کردن زندگیتونی که شما دارید عزیز بله من خودم هم به همین نتیجه رسیدم که باید از اون دارو استفاده کنم و تا جایی که میشه خودم رو به سلامتی برگردونم که بتونم بهتر زندگی کنم و حالا هر چقدر توان اگه داشته باشم بتونم از همونی که هست درست استفاده کنم و بذارید من از اینجا که شما رو به حاشیه بردم چون یه سوالی دیگه برای من تو این مدت روابطتون با آدما به عنوان دوستای پسر و مخصوصا داشتن دوست دختر و یا یه کسی که کنار شما باشه به عنوان یک دختر چه خبر بوده توی این مدت که شما اینجا به نظر من خالی و تنهایید بله من اون اولا که یه مثلا تقریبا دو سال اول که کاملا تنها و خالی بودم بعدش رفتم شروع کردم به رفتن به دیسکو شهر کوچیکی بود و اونجا یک دوتا دیسکو داشت من هم شروع کردم به رفتن اونجا و اونجا با یک خانومی که یکم هم من بزرگتر بود دوست شدم و یه چند ماهی با هم دیگه رابطه ای داشتیم و حال من خوب خیلی بهتر شد
بعد اون رابطه تموم شد، چند وقت بعدش دوباره رفتم و همونطوری به دیسکو با یک دختر خانم دیگه ای آشنا شدم. یه مدت یاره این طولانی تر بود، یه مدت هم با اون بودم، ولی حتی ایشون یه سری مسائلی داشت، اعتیاد به مشروب داشت و بعدها هم بعدن ایشون خودکشی کرد، من بعدن شنیدم متاسفانه. ولی بعدن که من از وقتی که اومدم به شهر بزرگتر و اینا، از اون موقع دیگه خیلی اصلا دنبال این ماجرا نرفتم و رابطه ای نه، خیلی چیزایی کوچیک و موقتی چیزایی بوده ولی رابطه ای نداشتم. دوستانم چون که توی اون دوره هایی که میخواستم درس بخونم و اینها خیلی اذیت کرده بودن و اینا، یه مدت کسی به خودم زیاد نمیذاشتم که نزدیک من بشه، ولی بعدن یه سری اومدم و با شناخت بیشتر بهتری که پیدا کردم از آدم ها، الان مثلا 4-5 تا دوست خوبی دارم که اینها دوستایی هستن که تاثیر منفی تو ذهن و زندگی من نمیذارن و هر وقت که میبینمشون فقط برای اینکه با هم باشیم و خوش باشیم هستیم و به هم کمکی هم اگه بتونیم میکنیم. این مسئله رو حل کردم. البته در این صحبتایی که من با روانشناس و روانپزشک تو این مدت‌ها داشتم، موضوع اسپرگر مطرح شده کم و بیش و یه چیزایی من میتونم مثلا از بچگیام بگم، ولی دیاگنوزشو من هیچ وقت نگرفتم. و یک موضوع دیگه هم که جدیداً مشخص شد، موضوعی که من یه مقدار مود سوینگ دارم و هایپرمنیک میشم و میام پایین، و این یه چیزی که الان من یکی دو هفته است که متوجه شدم، چون که داشتم با یه آقایی کوگنیتیو بیهیویرال تراپی برای دیپرشن انجام میدادیم و من شروع کردم به توجه کردم و نوشتن حالاتم و رفتارم و اینا و متوجه شدم که من بدون این که دلیل بیرونی داشته باشه، مثلا در یک هفته من چند بار میتونم مثلا یه روزایی خیلی مثبتم، خیلی خوشبینم، میگم که الان من اینترن دارم، دو تا به اصطلاح کورس زبان میخونم تو دانشگاه آنلاین و مثلا شاید نصف کار رو تونستم انجام بدم. زبان رو برای چی میخونی؟ به چه زبانی؟ زبان انگلیسی. من میخواید بیاد امریکا؟ زبان فرانسوی. بعد گفتم من کار مهاجرت هم درست شده و احتمالا تا چند ماه دیگه میتونم مهاجرت کنم. خب فرانسه رو برای چی میخونی؟ فرانسه رو برای اینکه یک دوستی پیدا کردم که ایرانی فرانسوی بود و یه مقدار علاقمند شدم، یه اپی ریختم تو موبایلم، میتونه دو سال من علاقی روزی مثلا دو سه دقیقه مثلا 3-4 دقیقه روش وقت میذاشتم، یه چیزا یاد گرفته بودم، بعد گفتم حالا که من به هر حال یکم یاد گرفتم بیام این ترم و دو تا کورس بردم که فول تایم بشه و وام بگیرم و زیادم نخوام کار کنم که یه مقدار مثلا استراحتی هم بکنم و زبان بخونم قبل از اینکه وارد کارم. اوکی بذارید، چون ما یک کمی پیام ها به هم ریخته است، یه قسمت 15 دقیقه شاید وقت داریم. باشه، گفتم که جدیدن متوجه شدیم که من به صدا یه روزایی خوشبینم و مثلا به خودم میگم هر روز برم ورزش، حالا من تقریبا هفته یه بار میرم باش ورزش جیم، ولی مثلا یه روزایی میگم هر روز حتی برم یا مثلا درسامو درس خودمو که میرسم هیچی، مثلا بیام مطالعات آزادم داشته باشم، درسای گذشتم مرور کنم که اینا هیچ کنون حتی انجام نمیشه و یه تو همون هفته دوباره یه روزایی من میتونم خیلی پایین باشم و مثلا در طی روزم با اینکه شب خوابیدم در طی روزم شاید یکی دو ساعت بخوابم و خیلی کاری اون روزا پیش نمیره، منفی میشه نظرم. حالا اصلا ببینید عزیز، بذارید من تا حالا چون میترسم ذره وقت کم باشه، اگر اشتباه نکنم شما گفتید فرزند اولی با 7 سال فاصله با خواهرتون، درسته؟ بله. خب اونی مقدار زمینه تخیلی رویایی شماست، یعنی ای بسا عیب و ایراد خاصی نیست، فقط این تنهایی و ضمناً باهوش بودنتون زمینه رو فراهم کرده که ذهنتون این ور اونور بره و به اون عادت کنید. بعدن البته استراب و که بعدن منجر به وسواس شده و استراب که رویه دیگه شخصوردگی اومده سراغتون، زمین های خفیف شاید در خودماندگی یا اسپرگر رو نشون میدید. یعنی به همجد است که شما تلاشی که کردید که برای من یه توضیح بدید که چطور مثلا 20 سال
زندگی شما اینقدر محدود بوده از نظر چه دوستان پسر و چه دختر، و ضمناً یه بهانه‌ای پیدا کردید درباره دوستان پسر. شما ببینید چه استدلالی کردید، باهوشتر از این هستید که حالا 5 تا دوست پیدا کردید، به شما برگردم میگن این رشته‌ای که میخونی خوب میخونی، خب برید بمیرید. نیست که نیست، دلیل نداره که آدم بگه من اون وقت درسمو که خودتون انتخاب کردید ول کردید. ضمناً شما گفتید ریاضیاتتون خوبه، خب این باز نشون میده که اون زمینه خاص ذهنیتون رو دارید. فقط سوال من این است که به شیمی معدنی علاقه من شدید یا به شیمی عالی؟ یعنی کدام یکی از این دو شیمی بود؟ من چون با اونم اشاره کرد جان، اون موقع خیلی اونش برای من مهم نبود، همون کتاب شیمی دبیرستان رو خیلی میخوندم تو اوقات فراغت. خب آخه دبیرستان اگر در اون زمانی که ما بودیم تا کلاس پنجم شیمی ما شیمی معدنی بود، کلاس ششم بود که شیمی عالی بود، و من خودم خاطرم از که اصلا این دو تا درس متفاوت بود برای من، برای که یکیش از یه قاعده دیگری برخورداره. حالا علتی که اینو میخوام بگم این است که شما یه توانایی های هوشی دارید، ولی متاسفانه به دلیل استراب و افسردگی کمی به بیراهه میره. خفیف اسپرگر هم شاید باشه، شاید هم این مود سوینگی که میگی تو معمولا منیک دیپرشنه، ولی به نوع خفیفشه. به همین جد است که شما یه ارزیابی کامل میخواید، یعنی یه دونه اگر یه تست QEEG بگیرید که یه نقشه برداری از مغزتون کنن، این مخلوط بودنها رو کنار میذارن و یه جوابی به شما میدن، و حالا میشه مقدار زیادش رو حتی با داروی مناسب کاملا خونسا کرد و شما رو آزاد کرد. چون به نظر من یه مقدار زنجیر به دست و پای شما هست، ولی آیا این زنجیرها محکمند یا نه رو نمیدونم، ای بسا اینقدر سست باشن که با یه حرکتی بتونید خودتون ازش آزاد کنید. و بمجرد که دارو برای مدت 6 ماه به شما کمک میکنه که از شر اینا خلاص بشید، زمینه و ظرفیتشو دارید، ولی شما میدونید حتی کاری که شما کردید که مثلا زودتر اومدید اروپا، بعد خانواده رفتن امریکا، با وجودی که احتمالا ترجیح غالب اوقات به امریکا هست، بله خانواده شما بودن، شما همچنان اونجا موندید، و بعدم با وجودی که توان اینو داشتید که حتی بتونید، چون این کار مشکلیه، معلم ریاضی باشید یا معلم حالا شیمی نمیدونم، ولی معلم ریاضی باشید و از این طریق بخواید گذران زندگی کنی، اونم در یک کشور غریب، همه اینو نشون دهنده اون ظرفیت به نظر من خفیف اون اسپرگر های فانکشنال شماست که کمی شما رو به این ور اون ور بیراهه میبره. و به همین جد است که اگر یک روانشناس روانپزشک خوب پیدا کنید یا یه نورولوژیست که یک ارزیابی کاملی از مغز شما بکنن، هیچ بعید نیست که بتونن خیلی راحت اون عدم تعادل‌های درونی شما رو برقرار کنن، برای که به نظر من توان بسیار دارید، ظرفیت بسیار دارید برای که بتونید در زمینه یا زمینه‌های پیش برید و از خودتونم خوشحال و راضی باشید. ولی یه اشاره کردید، حتی فرض کنید فرانسه خوندنتون رو مثلا دوزی براش نیدم. شما ببینید آدم به خاطر اینکه کسی دوستش فرانسه بلده بره فرانسه بخونه، یعنی چی؟ ما اینا ابزارهای زندگیمونه، ما اینقدر وقت نداریم که وقت اون تلف کنیم. شما که میخواید بید امریکا، امریکا که فرانسه نمیتونه، با فرانسه چه کاری داری؟ میدونی چی میخوام خدمتتون؟ زبانم هم خب آخه استعداد زبان رو تو یه چیزی باید بذارید که تو اون بدرخشید. چرا من پخشش کنم عزیز؟ و بعدم چرا اونم حالا یه زمانی هست که شما وقت اضافه دارید، شاد داشته باشید، یه دلیلش همین تنهاییتونه که وقت اضافه دارید باید جوری پرش کنی، و بنابراین به دلیل اون زمینه رویاییتون حرکت کنید. ببینید شما ترکیب خاصی دارید، یه کسی اگه با شما کار بکنه میتونه یه چیزایی رو تو سیستم شما حذف کنه. حالا کی قرار بیاد امریکا و برنامه چیه؟ میخواید چی کار کنید اینجا؟ در این مورد هم میخواستم با تو مشورت کنم. من حالا همه کارا انجام شده و پاسپورت من هم دست سفارته و اونها قراره که بفرستن ویزای منو که من بیام. مثلا ما بگیم شاید یه چیزی بوده 6 ماه دیگه من میتونم که اصطلاح مهاجرت کنم. خب و با نظرت این که زبان انگلیسیم خیلی خوبه و حتی یه زمانی یه شعری نوشته بودم که وقتی به یک استاد دانشگاه آمریکایی که استاد دانشگاه استاد زبان انگلیسی بود نشون دادم، ایشون
تعجب کرد و من سوال کرد انگلیسی زبان مادری که گفتم نه. بعد با نظر افتن این که نظر زبان انگلیسی در سطح خیلی بالایی هستم و استعداد ریاضیم هم خوبه، خیلی خوبه. من کارهای معمولی یه مقدار حس میکنم که من رو در یک چارچوبی نگه داشته. نه میدونم، ببین عزیز دل، نه ببین، من متاسفانه 3 دقیقه وقت دارم. چی میخوای بخونی؟ یک رشته مهندسی دوست دارم که اونجا برم دنبال گرفتن لیسانس در یک رشته مهندسی، ترجیحاً صنایع شیمیایی که رشته مورد علاقه من بود. اتفاقاً در این حال هم یکی از رشته‌های بسیار پول در بیاره، مثلا اگر تو این زمینه مایه ریاضی تم که داری به هر حال یه مقدارم کار کردی، اینجا درا برات برود بازه، همینقدر که بتونی خودتو اداره کنی. از نظر مالی که نمیدونم وضعیت پدر مادر و خواهر اینا به چه شکل و فرمی هست، ولی اگر بتونی خودتو اداره کنی، ولی ای بسا اونقدرها کمک نداری، ولی میتونی موفق بشی. حتی شاید نمیدونم، حتی بری دنبال خود رشته ریاضی که بعدن چون اون راه شاید ساده تری برات باشه که بعدن بتونی به راحتی در دبیرستان یا دانشگاه درس بدی. بنابراین من درسم که هر جا دادم همه راضی بودم و خیلی سایده بودم. خب همه، مخصوصا چون گفتی تسلطم به زبان انگلیسی داری، به نظر من فکر نکن 38 سالته، هر کی به تو گفت چند سالته بگو 18 سالمه، بعدن قرار آخر عمرم یه 20 سال بهش اضافه کنن. بنابراین اگر بتونی یه سر و سامانی به جان، خانوادت کدوم ایالت هستند؟ اونها در کلرادو هستند و از من حمایت کردن و مطمئنم از من حمایت میکنن که اوکی، یعنی در خود دنور هستند یا دنور هستند یا شهرهای اطراف هستند؟ بله دنور. اوکی بسیار. بنابراین ببین عزیز، اگر شما حالا هر وقت آمدی، اولا یه دونه روانشناس و که ایرانی باشه بهتر، روانشناس روانپزشک ایرانی یا نورولوژیست، تکلیف کار رو یه ذره دست و پات زخمه یا شکسته است اونو با درست کنی، اون توش تردیدی نیست. ولی دومش در آبرود بازه، توانش هم داری، انگلیسی هم خوبه، آلمانی هم بلدی اگر زبان آلمانی بوده رشته دوم تو، بنابراین به راحتی میتونی اینجا جای خودتو باز کنی و در نتیجه این مهاجرت بهت کمک کنه. این دور بودن و جدا بودنت و تو اروپا بودنت که مدت ها بودی و اونجا جایی اونچنین در روابط شاید بشه گفت انسانی باز نکردی درست نیست. اینجا شاید خانواده بتونن کمک کنن. در دنور خوشبختانه جمعی از ایرانیان هستن و یه محیط ایرانی هم در اونجا حاکم هست. ببین چه میکنی؟ من متاسفانه به آخر وقت نرسیدم، ولی مهاجرت رو انجام بده عزیز، نمون اونجا تنها و جدا نمون، و اینجا هم که اومدی یه مقدار یه سر و سامانی به مغزت بده که خارج از اداره و کنترل تو هست. بس با یکی دو تا دارو یه دفعه، همطور که دارو قبلا تونسته برای وسواست کمک بکنه که معمولا خیلی درصد کمی اتفاق میفته، به نظر من مشکل تو یه گیر ذهنیه که به تو هم مرتبط نیست و برمیگره به اصطلاح من سیمپیچی مغز تو که باید ذره اونو درستش کرد، ولی از افتش برمیه. بنابراین اگر آمدی اینجا موضوع و مسئله و انتخابی بود خواستی تلفن کن، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم. من مطمئنم 30-40 سال آینده برای تو خیلی خیلی بهتر از 38 سال گذشته خواهد بود. به هر حال موفق باشی، منم با آخر وقتم رسیدم، ناچار باید خدافظی کنم عزیز.